علیه شهر متروکم، به خون افتاده ویرانم، از این جنگ برادر کش ببر، آهسته دورش کن، به خورشید اهورایی بگو از خواب برخیزد، وطن خاک من است و خون من جاری، وطن خاک من است و خون من جاری، پس از پاییز قربت نوبت فصل بهار است، تو هم بیای آزادی، نام تو ترانه شادی، امروز من براتون خیلی کم صحبت میکنم به خاطر اینکه مطالب زیادی داریم. یه گفتگو داریم با استاد مسعود سپند در رابطه با یک رویداد خیلی مهم تاریخی و گفتگوی دیگه داریم با استاد اکبر گلپایگانی، 88مین جشن زایش اکبر گلپاس دهم بهمن ماه، و صحبت کوچیکی هم داریم با هم دیگه در دو رابطه. یکیش اینه که هفته پیش که در رابطه با شورای امنیت ملی شمخانی و این باندش و این تازیهای حاکم بر ایران و بعثیها و سعودیها در ارگانهای بالای قدرت براتون سخن گفتم، خیلی ها پرسش داشتن در رابطه با شورای امنیت ملی. من میخوام براتون بخونم شورای امنیت ملی چیست. شورای امنیت ملی در ایران عالی ترین مقام امنیتی سیاستی راهبردی است که در رابطه با همه چیز حرف اول آخر اون میزنه. اونطور که خودشون میگن بر اساس اصل 176 قانون اساسیشون این سیاستشون: یک، تعیین سیاست‌های دفاعی امنیتی کشور در محدوده سیاست‌های کلی تعیین شده از طرف رهبر ایران، خوب گوش کنید، هماهنگ نمودن فعالیت‌های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی امنیتی. متوجه شدن اینجا همه چیز دست شورای امنیت ملیه. بهره‌گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی که خودشون شدن الان تهدید. حالا اعضای این شورای امنیت ملی کیست؟ رئیس جمهور مملکت، رئیس مجلس شورای ملی، رئیس قوه قضاییه، رئیس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح، نماینده رهبر، یک دونه نماینده رهبر هم داره که حرف اول و آخر میزنه، و وزیران امور خارجه و کشور و اطلاعات عضو هستن، و مقامات عالی رتبه سپاه، فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران، فرمانده کل نیروهای جمهوری اسلامی عضو هستند. و تا کنونم الدنگ‌هایی مثل روحانی، حسن روحانی، سعید جلیلی و علی شمخانی، اینها دبیر یعنی رهبر و رئیس این جریان بودن شورای امنیت ملی. یعنی ببینید هواپیمای اوکراینی رو که میگن خودشون زدن، یعنی همه آدمایی که عرض کردم اینا در جریان بودن، پس همه اومدن زفت پرتایی کردن،
سر شما مردم رو کلاه گذاشتن. از طرفی ترورهایی که انجام شده، فخری زاد وقتی وزیر اطلاعات میاد میگه فخری زاده، محسن فخری زاده رو من چون تعویض میگم اسمشون رو همینجوری میگم، همیشه عمدنم دارم عمد دارم، ما فکر نکنن مرده یا زنده شون که ما خیلی مهم بودن اسما اینا رو حفظ کردیم، این جرثومهای فساد. وقتی که بس خود اینا میان میگن آقا فخری زاده رو ما میدونستیم میزنم و میزنم، کربلای چهار چقدر قتلامه، همه اینا در جریان بودن، یادتون داره. حالا اخیرا هم یک مصاحبه ای از قاسم سلیمانی منتشر شده، یک ساعت و نیمه، چند روز پیش از کشته شدنش مصاحبه را انجام داده. زنگ میزنه به خبرنگاری میگه آقا جون بیام خواهم بهت حرف بزنم، خبرنگارم هم خودیان، یعنی سوالارم خودش داده جواب میده. توی اینم قاسم سلیمانی تأکید میکنه که وقتی ما میجنگیدیم نیروهای صدام حسین در ما نفوذ داشتن و همه اطلاعات جنگی ما رو قبل از اینکه ما هر عملیاتی رو شروع کنیم صدام حسین خبر داشت. همین منصورون که الان بالاترین ارگانهای قدرت و سپاه اینا رو در اختیار دارن، اصلا موقع تا الان همه رو هم کشتن، خودشون هم موندن. شما هم که قربونتون برم هر روزی اصلا تو هر تله هم میفتید، تو هر تله میافتید. محمد رضا شاه بو عظمت در زمان خودش نشناختین که ببینید کی بود محمد رضا شاه در برابر استعمار ایران؟ کسی که خودش رو اعلی حضرت در برابر حضرت محمد حضرت علی خواند، کسی که به جای محمد رضا خودش رو آریامهر نامید و همه جا برای سربلندی ایران کوشا بود، تا به امروز در سرزمین خودش در میان مردم خودش با همه شوق و عشق و ذوقی که به دو پهلوی دارند، رضا شاه و محمد رضا شاه، ستم دیده باقی مانده است، ناشناخته باقی مانده است. دلیل اصلیش هم این است که رسانه ها چه از دوران خود این بزرگمرد چه تا به امروز همه نوکران بیگانه بودند یا از استعمار سرخ و سیاه بودند یا استعمار رنگارنگ، یعنی مارکسیست کمونیست و ایستیستای دیگر، ببینید تا سادات تازی و شیوخ عرب و غیره و جهان غرب رنگارنگی که درش هستند انسان‌هایی به فکر ایران، اما اکثریت بر نابودی ایران تلاش کردن از هزاران سال پیش تا به امروز. سخنان محمد رضا شاه به ویژه در 10 سال اخیر پادشاهیش حتی زمان خودش در ایران سانسور می شد توسط جوجه کمونیست های نوکری بیگانه ای که در خانه و کاشانه و آشیانه و کاخ او نفوذ کرده بودند و رادیو و تلویزیون رو و رسانه ها رو در دست خودشون گرفته بودند، این مزدورها که تا به امروز هم کسی اینها رو افشا اونطور که باید نکرده. شما ببینید چند سال پیش از سقوط محمد رضا شاه است، ده ها سخن داره، ولی اینش از همه زیباتر، جالبتر، قشنگتر است که شما باید هر روز گوش کنید تا ببینید که محمد رضا شاه آریامه تا چه اندازه ایران دوست و بیگان ستیز بود و در راستای صراحت لهجه، عیانگویی، نسبت به غربی ها ملاحظه نمی کرد، برخلاف همه تبلیغات منفی که سادات تازی، کمونیست ها، مارکسیست ها و غربگراهای گلوبالیسم علیه ایشون کردن. در این مصاحبه که می بینید 1 دقیقه بیشتر نیست، مجری از پادشاه می پرسه آنچه شما میخواهید اینه که ما برای کالاهامون پول بیشتری میخواهیم و همانطور شما پول بیشتری برای نفتتون میخواهید؟ پادشاه پاسخ میده بله دقیقا، و من نمیدانم چرا شما غربی ها فکر میکنید که از ما برتر هستید. مجری میگه آیا شما فکر میکنید که ما، یعنی غربی ها، داریم از این نوع نگرش غربی ها در حال ضربه خوردن هستیم؟ پادشاه با شجاعت و صراحت میگه بله درست است، من فکر میکنم شما تا حالا این طور بودید،
که خود را برتر از دیگران پنداشته اید، ولی احتمالاً عوض خواهید شد. مجری میگه برای چی فکر میکنید که ما غربی ها عوض خواهیم شد، تغییر خواهیم کرد؟ پادشاه میگه برای اینکه چشم هایتان باز میشه. شما ذاتاً انسان های بی انصافی هستید. ببینید محمد رضا شاه داره میگه، میگه شما غربی ها انسان های بی انصافی هستید. شما در جهان مدت هاست که غیر عادلانه زندگی کرده و میکنید و به این بی انصافی عادت کردید، اما شما به واقعیت های جدید جهان عادت خواهید کرد. ما شاه داره میگه ما دیگر اجازه زورگویی نخواهیم داد، ما دنبال جنگ نیستیم. اما اگر جنگ به ما تحمیل بشود کم نخواهیم آورد. ما دیدیم وقتی که به شاه انتقاد میکردن که این همه اسلحه چیه میخری، دیدیم که تا شاه رو ثابت کردن به ایران حمله کردن که ایران رو نابود کردن، پیش از اون ارتش رو نابود کردن با اعدام عمرای ارتش، خلبانهای عزیز توسط خلخالی و خمینی ابله و این نظام تازی ایران ستیز، و بعدم که دیدیم دلاوری ها و سلحشوری های مردم سلحشو قهرمان ایران آموزش یافته دوران شاه 8 سال جنگیدن و ایران را از شر سادات تازی و شیوخ تازی و بعثی ها و سعودی ها و عرب منطقه که الان در ایران در همه جا در بالاترین ارگان قدرت حکومت دارن، اون موقع با در نزدیکی های تهران خبرنگار MBC از آیت الله خمینی میپرسد بعد از 14 سال تبعید چه احساسی از بازگشت به ایران دارد. Kind as to tell us how you feel about being back in Iran. دیدید این یک جمله حرف یک کلمه حرف خمینی که میگه هیچ، اون شور و شوق عظمت محمد رضا شاه در برابر خارجی دیدیدش. حالا شما گور همیشه خوردید و میخورید و خواهید خود تا ابد و در. آقا دیروز می اومدن هفته پیش میگن تولد فلانی بوده روز زن و جمادی الاول فلان. آقا فاطمه زهرا تو اصلا میشناسی کیه؟ ایشون دختر خدیجه است. خدیجه یک بانوی ثروتمند یهودی است که مسیحی شده به ظاهر که ثروت جفت کنه. بعد